آگوست 2023 طبق اعلام خبرگزاری های مختلف بیشتره شد توسط تریپل ایچ نوشته شده که با کودی رودز آغاز میشه. کودی میگه با مادرش در مورد گل کردن مرام و معرفت براک توی سامرسلام صحبت کرده و شوکه شده بوده که مادرش میگه اسکل نمیگیری چی شده؟ براک لزنر تو رو تصدیق کرده. کودی حس میکنه بعد سامرسلام به اوج رسیده و همه رو حریفه که ست فریکن رالینز با لباس و دلغک ها وارد میشه. میگه شنیدم که میگی احساس میکنی همه رو حریفی، پس بیا این احساست رو تست کنیم که جاجمنت دی بدون فین بلر وارد میشن. و دیمین میگه که دام دام هنوز کارش با کودی تموم نشد و این دوتا با هم فیس تو فیس میشن که دام میاد حرف بزنه که طبق معمول هو میشه و فین بلر از پشت به ست رالینز حمله میکنه و شاده درگیری میشیم که سمی زین به داد ست و کودی میرسه و فیس ها میتونن ترتیب هیل ها رو بدن. و کودی میگه برای این داستان به وجود اومده راهکار داره و راهکارش اینه که 3-3 مسابقه ای بدن که ست زیاد با این راهکار حال نمیکنه. ریکوشه و آدم پیرس رو نشون میدن که ریکوشه از کاری که لوگان توی سامرسلام کرده شاکیه که آدم پیرس از ریکوشه عذرخواهی میکنه و میگه تصمیم داور قطعیه اما احساس من نسبت بهش رو تغییر نمیده و برای من مناسب نبوده، ولی اون شنبه بود و من تو رو اینجا آوردم تا در مورد امشب صحبت کنیم. که سر و کله توماس و چامپا، چد گیبل و متریدل پیدا میشه. آدم پیرس یه مسابقه فیتال فوروی برای به دست آوردن مسابقه سر کارمند اینترکانتیننتال با گونتر بین این چهار کشتیگیر ثبت میکنه. چهار کشتیگیر وارد میشن که توی ورود متریدل یه چی توجهم رو جلب کرد، اون گوشه برای معرفیش نوشن وری چی چی؟ منطقیه. مسابقه شروع میشه. توی مسابقه عالی شاید صحنه‌های جالبی مثل دابل انکل لاک، تریپل سوپلکس، سوپرپلکس، دابل پرش، دابل پین میشیم که گونتر رو نشون میدن که داره مسابقه رو میبینه و به نظر داره لذت میبره. در آخر ریکوشه میره تا با پرشی روی چامپا کار رو تموم کنه اما چامپا با زانو میره تو صورتش و سری پروجکت چامپا میزنه و کاور اما ریکوشه کیک اوت میکنه. ریدل میاد سر وقت چامپا و برودریک میزنه و کاور اما شادگیل و از نظر من هدواد از نظر ماکل کل اسپلش کاور رو به هم میزن. بعد چد گیبل میاد روی متریدل کیاس تئوری بزنه که ریکوشه به مت ریکویل میزنه. چد میاد روی ریکوشه کیاس تئوری بزنه که چامپا به ریکوشه فیمسر میزنه که در آخر چد گیبل به چامپا کیاس تئوری رو میزنه و برنده مسابقه و نامبر وان کاندندر سر کارمند اینترکانتیننتال معرفی میشه. عالیه، چرا که نه، چد گیبل واقعا کارش درسته. فاک درو مکینتایر، بذارید چد گیبل گونتر رو شکست بده و عنوان قهرمانی اینترکانتیننتال که لیاقتش رو داره رو به دست بیار. بعد مچ چد گیبل میاد پیش خانواده‌اش و بچه‌ش رو دور رینگ میچرخونه. فکرش رو بکن 20 سال دیگه همین بچه چد گیبل بیاد توی رینگ و مسابقه بده. کودی و سمی و ست رو نشون میدن که ست هنوز با تصمیم کودی حال نمیکنه که سمی زین این وسط معامله رو جوش میده. دمیز رو نشون میدن که میگه هر چقدر زودتر بهتر، اینجا آشغالدونیه. به شهر مینیاپولیس محل برگزاری این شو میگه آشغالدونی. به یه زنی که اونجا بود میگه 3 دقیقه بیشتر وقت نداری، که زنه میگه باید صبر کنی، که دمیز میگه واسه چی باید صبر کنم، که الی نایت رو نشون میدن که دارن ازش عکس میگیرن و دمیز میگه طرف یه بتل رویال ورده و به خاطرش میخوایم از صرف کنم. آدم پیرس باید مطلع بشه، اکاسیت رو فراموش کن. مسابقه بین شینسک ناکامورا در مقابل بیگ برانسون رید شکل میگیره که توی این مسابقه طولانی برانسون خیلی بهتر از ناکامورا کار میکنه اما زمانی که میخواد سونامیشو اجرا کنه ناکامورا جا خالی میده و بجای دوتا کینشاسا برنده مسابقه معرفی میشه. راکل و آدم و مدیکال رو نشون میدن که بوم کندیس و ایندی بعد مدت‌ها جلوی دوربین حاضر میشن. مدیکال جلوی راکل میگه اون باید بفهمه که یه آسیب جدی دیده و میدونم میخواد که برگرده اما اون هنوز آماده نیست. که آدم میگه اوکی و به راکل میگه شنیدی دیگه، نزدیکی اما آماده نیستی، همینجا بمون. آدم میره و کندیس و ایندی میگن متاسفن و یه جوری به راکل رویه میدن. مکسین رو نشون میدن که با تلفن داره از چد گیبل اوتیس تعریف میکنه و میگه اوتیس برای ما خیلی خوبه. ما
که لودویگ کایزر میاد پیشش و میگه مادام مکسین چه سورپرایز دلپذیری، حالت چطوره؟ که مکسین میگه اینجا چیکار میکنی؟ که لودویگ میگه فقط اومدم تا به گیبل به خاطر پیروزی شگفت انگیزش تبریک بگم و همچنین بهش اطلاع بدم که رینگ قنقال آلردی مشتاقی که دوباره رینگ رو باش تی بکشه. که مکسین میگه ایو از رختکن برو بیرون. که لودویگ میگه اوکی، اما قبلش بذار یه چی بهت بگم، چند هفته ای هستش که چشمم دنبال تو، باید بهت بگم که تو تمام پتانسیل های دنیا رو داری، اما چیزی که باید درک کنی اینه که بعضی از آدم های اینجا خیلی بهتر از بقیه‌ان. منظورم اینه که یه نگاه به من بنداز، یه اروپایی زیبا رخ ای پلاس، بعد یه نگاه به پسرای دور و برت بنداز، همه کری هول منظر، اصلا قیافشون. که مکسین میزنه زیر گوش لودویگ کایزر و لودویگ با اوتیس فیس تو فیس میشه. اوتیس میگه تو رختکن ما چه غلطی میکنی؟ چرا زل زدی به آلفا کوین مکسین؟ اکشن میخوای بچه خوشگل؟ باشه امشب من و تو توی رینگ مسابقه میدیم و دکور صورت تو به هم میزنم. که لودویگ میگه اوکی میبینمتون. به نظر مکسین تو حلق لودویگ گیر کرده. بکی لینچ در رینگ حاضر میشه مسابقهشو با تریش برای هفته بعد پروموت میکنه که زوی استارک وارد میشه، میگه بکی لینچ ازش میترسه و خودشو به عنوان بدست این د لاکر روم معرفی میکنه. که شینا بیزلر پوکیده وارد میشه و بکی میگه یا ابوالفضل به نظر ترکیدی. که شینا میگه آره، باید امشب فیس راندا راوزی رو هم ببینی، اما تو راندا راوزی رو نخواهی دید چون توی سامرسلام شکستش دادم و از مسیر WWE خارجش کردم. که تمام شوچیان همگی از شنیدن این حرف خوشحال میشن و میگن تانکیو شینا. ببینید چه فاجعه ای رو تحمل میکردیم. شینا روی زوی بابت گفتن بدست کلید میکنه که زوی هم بهش میگه به نظر من تو بدترین کیسه بوکس در تمام دورانی و اگه قرار باشه دهن تو همینطوری باز کنی مثل راندا راوزی پرونده تو میپیچم و میفرستمت گوشه خونت. که بکی لینچ آتیش بیار معرکه میشه و مسابقه بین این دو ثبت میشه. این مسابقه 100% کار تریپل اچه، چون که امکان نداره وینس مکمن بذاره این دوتا مدت طولانی جلوی دوربین باشن. قبل از اینکه مسابقه شروع بشه توی بکستیج نشون میدن که جی دی مکتونا داره با فین بلر حرف میزنه. که دیمین میاد پیششون و به فین میگه باید باهات حرف بزنم، بیزینس جاجمنت دیه. که فین میگه هر حرفی میخوای بهم بزنی میتونی جلوی جی دی هم بزنی، 20 ساله که میشناسمش. که دیمین میگه باشه مشکل خودته، حرکت امشبت دیگه چی بود؟ تو با ما نیومدی بعد به ست حمله کردی و به ما نمیگی چه خبره؟ چی شده؟ ما باید مشکلات تو رو هم هندل کنیم؟ که فین میگه گوش کن، فقط میخواستم که طبق پلن خودم پیش برم، مثل خودت که توی سامرسلام پایبند به پلنمون نبودی. که دیمین میگه اوه، حالا افتاد گردن من، ربطی به من نداره، اومدم چون کل دنیا میدونست که اونجام بودم تا مطمئن میشم تو تایتل رو میبری، اما نه، حتی با کمک من باختی. فیلم میگه اینطوری هست، شاید به خاطر تو شد که باختم. دیمیر میگه تو حلقم وایستدی، داره اذیتم میکنه. که فیلم میگه اون قرار داد داره جفت اونو اذیت میکنه. که دیمیر چمدونشو بالا میگیره و میگه اینطوری هست. که مامان ریا میاد و بینشونو میگه نه، دوباره نمیریم تو این چاله، به جای رفتار کردن مثل بچه های خونی مثل مردا رفتار کنید. فین بهم نگاه کن، توی سامرسلام همه اومدیم که کمکت کنیم و همین که کار نکرد، اما بهتون نیاز دارم تا یک پارچه باشیم و به اجرای مندی نایت را ادامه بدیم، میفهمید؟ که اسپانیایی یه چیزایی گفتن که جیدی میپر وسط و میگه میدونی شاید جام اینجا نباشه و از حدم نمیگذرم، اما فکر میکنم که کیف بین شما دوتا اختلاف انداخته، پس شاید باید از شرش خلاص بشید. که جیدی میرو فین میفته دنبالش. مسابقه شینا و زوی شروع میشه که توی این مسابقه بکی لینچ رو داریم که لیموناد درست کرده و با خودش آورده و زوی تمرکز رو روی بخشای آسیب دیده شینا میذاره و میره برای اجرای زی 360، اما شینا فینیشر رو به سوپلکس بدل میکنه و میره برای اجرای کیرافودا، ولی زوی با خارج کردن شینا از رینگ خودش رو خلاص میکنه و یه بگو مگویی هم با بکی لینچ را میندازه که این حرکت باعث میشه شینا از فرصت استفاده کنه و با اجرای اسلم مخصوص کار زوی استارک رو تمام میکنه و برنده مسابقه معرفی میشه. که بکی لینچ لیموناد رو اسپری میکنه و برای پیروزی شینا خوشحال میشه. با ناکامورا صحبت میشه که یه دفعه میبینیم جی دی افتاده به جون سمی زین و یه چی قلوب از آرنج سمی زده بیرون. کوین اوونز مصدومه، سمی زین هم به نظر مصدوم شده، تکلیف کارمندان تکتیم مردان چی میشه؟ الله و علم.
مسابقه تک به تک بین اوتیس در مقابل لودویگ آغاز میشه. توی این مسابقه مکسین شاکی میشه که لودویگ تشویقش میکنه که دوباره بزنتش تا مچ با دیسکوالیفیکیشن تموم بشه، اما مکسین این کارو نمیکنه و در نهایت اوتیس میره تا واژه کاترپیلار کار رو تموم کنه که وینچی مانع میشه، اما اوتیس ترتیبش رو میده که گونتر سر و کلهش بده میشه، یه لگد به اوتیس میزنه و لودویگ با اجرای رانینگ انزاگیری کار اوتیس رو تموم میکنه. بعد مچ میریزن سر اوتیس که چاد یول به دادش میرسه. در مورد سمی زین از سه تا کودی پرسیده میشه که این دوتا با هم میان جواب بدن که کودی میگه تو مصاحبه کن من میرم، ست میگه دکترها گفتن سمی خلاص شد و مسابقه 3-2 خواهد شد که ناکامورا وارد کادر دوربین میشه و خودشو جاست سمی زین میتپونه که ست خوشش میاد و دست میده که خنده آخر ناکامورا معنیدار میشه. آیا ناکامورا برای کارمند سنگین وزن دندون تیز کرده؟ دمیز توی رینگ حاضر میشه و از وجودیت الینایت غور میزنه که الینایت کشتیگیر اسمک داون توی را حاضر میشه. الی خودشو به دمیز معرفی میکنه و میاد که دست بده، اما دمیز قبول نمیکنه و میگه که الی لیاقتشو نداره و فقط میخواد که سوء استفاده کنه و این محبوبیتی که الان الی به دست آورده زود گذره و به چشم یه هوادار اتیتیود ارا میبینتش و بعد کلی فشار خوردن 20 سال گذشته الی نایت رو زیر سوال میبره که الی نایت در جوابش میگه سوال خوبیه، من خودم رو به یه مرد خطرناک تبدیل کردم. یعنی چی؟ بهت میگم، من پا زدم، چنگ زدم، هر کاری که لازم بود انجام بدم انجام دادم و زمانی که اینجا همه روی اسب اشتباه شرط بستن که تو یکیشونی، من توی یه مسیر موازی و کمی ناهمواری منتظر باز شدن مسیر درست بودم و اینم جواب سوالت. و میدونی چرا تو 20 سال زودتر شروع کردی؟ چون تو سیف بودی. میدونی یعنی چی؟ یعنی میدونستن که وقتی بیای اینجا میتونن دخلتو بیارن و از رختکن شوتت کنن بیرون و تو در عمل چی کار میکنی؟ قبول میکنی. با وجود اینکه میدرخشم، اونا بهم گفتن که ما هنوز آماده نیستیم که بهت فرصتی بدیم. میدونی چرا؟ چون من آدم خطرناکیم. اونا میدونستن که اگه من بیام اینجا نمیتونن دخل منو بیارن و از رختکن شوتم کنن بیرون. نه نه، عروسک خیمه شبازی نمیشم و این فرق بین من و توه. اما با تمام این حرفا تو کربندان قهرمانی رو شخ زدی، خوش بالت، من هنوز انجامش ندادم، اما من در حال صعودم، کریر تو داره میره تو توالت. حالا اگه قراره این داستان رو شخصیش کنی بعدم نمیاد که پلت کنم. که دمیز میگه پله؟ که الی میگه فشار نخور، در مورد پله کوچولویی که اون پایین داری صحبت نمیکنم و دارم میگم که از روت رد میشم و به مین ایونت، جایی که بهش تعلق دارم، میرم. که دمیز دوباره فشار میخوره و میگه من مین ایونتم و تو تو لول من نیستی. که الی میگه حالا اگه تو لولت نیستم ثابتش کن. که دمیز میاد با پرت کردن حواس الی بزنتش و اسکول کراشین فینالی بزنه، اما الی نایت بی اف تی خودش رو به دمیز فرو میکنه و اش خابیده میده. تقریبا توی این شو بیلداپ کل پیبک داره شکل میگیره. وایکینگ ریدرز اوپن چالنج اعلام میکنن که نیو دی اوپن چالنج رو میپذیرن. به به، نیو دی بعد یه مدت طولانی غیبت به رینگ مسابقات بر میگردن. فقط کاشکی بیگ ای هم همراهشون بود. توی این مسابقه معمولی هیچ اتفاق خاصی رخ نمیده و کوفی و وودز با اجرای ترابل این پارادایس و فلاینگ البو دراپ روی آیوار برندگان مسابقه معرفی میشه. با بکی لینچ صحبت میشه که شینا میاد بالا سرش و براش شاخوشونه میکشه و به نظر حریف بکی لینچ بعد تریش مشخص شده، شینا بیزلر. اعلام میشه سونیا دویل مصدوم شده. جاجمنت دی وارد میشن که دیمین از همه جلوتر میاد ولی آخرش با فین دستی میده. که این وسط راکل به ریا از پشت حمله میکنه و این دو با هم درگیر میشن که عوامل و کندیس و ایندی میان تا جداشون کنن، که کندیس لری هم با ریا ریپلی درگیر میشه. به به، یه کشتیگیری که زمان حضور 100% وینس خبری ازش نبود، به محض غایب شدن وینس داری میبینیم که با ریا درگیر شد و توی بازی اومده، که حداقل برای ریا ریپلی چند تا آپشن وجود داشته باشه.
مین ایونتش رو آغاز میشه مسابقه سیکس من تگ تیم بین ججمنت دی در مقابل کودی رودز، شینسکه ناکامورا و قهرمان کارمند سنگین وزن ست فریکن رالینز. تو این مسابقه شاید یه روند تقریبا برابری میشیم که ججمنت دی برای پیروز شدن دست به دامن چیت میشن و زمانی که کودی میاد تا روی فین کراس رودز بزنه، ریا ریپلی حواس داور مسابقه رو پرت میکنه و دیمین پریست با چمدون مانین دی بانک میزنه تو کمر کودی رودز و چمدونش رو میده دست فین که سمی زین سر و کلش پیدا میشه و از پشت به دیمین حمله میکنه و پرتش میکنه پشت میز گزارشگران که داور مسابقه اسکول نمیفهمه سمی زین به دیمین حمله کرده و نمیفهمه که دست فین چمدونه. ست یه سوپرکیک به چمدون و کله فین میزنه و کودی واژه یک کراس رودز فین بله رو پین میکنه و برنده مسابقه فیس ها معرفی میشن که بعد مچ ست و کودی به هم دست میدن و همه چی گل و ول ول به نظر میرسه که یه دفعه شینسکه ناکامورا کینشاساشو به ست رالینز فرو میکنه و میره و به این شکل شو رابط مام میرسه. ممنون که این بررسی رو دیدید، دوست داشتید، نظراتتون رو کامنت کنید و ویدیو رو لایک کنید و مرسی از آریان بابت حمایت مالی. ایده جالبی رو مطرح کردی اما در حال حاضر بعیده که بتونم انجامش بدم، بازم مرسی. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید و این امکان وجود داره که از طریق سایت raymeet.ir/thegamedrubal6 دونیت کنید و تا ویدیوی بعدی مراقب زیباییتون باش.